دوستان عزیز، باز سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. یکی دو دقیقه قبل با دوستان فیسبوکی داشتم صحبت میکردم راجع به این ماجرایی که امروز در اسرائیل سفارت آمریکا در محل جدیدش در اورشلیم به اصطلاح افتتاح شد و همزمان تظاهراتی هم بود که بیش از 40 نفر کشته، بیش از 1000 نفر زخمی، و حالا دارن برای تظاهرات بعدی فردا و روزهای آینده حاضر میشن که به نظر من فلسطینی ها هم اشتباه میکنن، چون یکی از به اصطلاح چیزایی که توی کلیمی ها ترس ایجاد کرده تعداد جمعیت مسلمان ها هست و این مسلمان ها خودشون علکی اینجوری به کشتن ندن، چون اونا خوشحال میشن، کاری از چیزی از پیش نبردین شما. اگر تظاهراتی هم میخوان انجام بدین به اصطلاح عاقلانه باشه، با یه هدفی پشتش باشه. در هر صورت باید صبر کرد ببینیم که نتایج این کارایی رو که واقعا ترامپ شارلاتان برای اینکه مردم آمریکا مخصوصا کم سوادا که طرفدارش هستن اونها رو راضی نگه داره، میاد میگه این قولایی که من دادم حالا انجام میدم. خیلی از این قولها توی دولت‌های قبلی قانونش ریخته شده بوده، به اصطلاح به تصویب رسیده بوده، بعد واگذار کرده بودن به دانش سیاسی اون کابینه و رئیس جمهور. مثلا همین که سفارت آمریکا بره اورشلیم، قانونش 1995 یا 96 به تصویب رسیده بوده، فکر کنم موقع دوره کلینتون بود، و به رئیس جمهورا 6 ماه یک بار اجازه میده که بریم. اینا میگن نه، هنوز وضعیت دنیا خرابه و تنها دیوانه ای که فعلا گفته بریم اونجا این آقا بوده، اینم میخواد این داماد یهودیش رو خوشحال نگه داره و ببینیم چه اتفاقی میفته. من هم سلام میکنم به دوستانی که روی فیسبوک هستن، مخصوصا آقای لطیف زمانی، این وکیل خوبمون از انگلستان. آقا شانس آوردی که اینجا نیستی، یا اگه اینجا بودی هر روز میمدم مزاحمت میشدم، هی میگفتم آقا اینو سو کن، اونو سو کن، اینو گزارش بده به FBI، اینو گزارش بده به CIA. خلاصه شانس آوردی که از ما دوری. شاید به خاطر همین هست که دوریم و دوستیم، میگن دوری و دوستی. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. اگر سوالی دارید میتونید ارسال کنید، چه روی فیسبوک، چه از طریق ایمیل، چه مستقیما به خود آقای لادن و دوستان و همکارانشون در اندیشکده.net، و ایشون تا حالا پاسخ دادن و به نظر من دست روی موضوعاتی گذاشتن که دیگران یه مقداری وحشت دارن یا خودداری میکنن. همین ماجرایی چه باید کرد و باید بشینیم 80 میلیون همه درست بشن بعدن یه کاری انجام بدیم، یا یه کاری انجام میدیم یواش یواش مردم هم درست میشن، یا در رابطه با همین تعویض حکومت باید رفت و ریخت پایین بعدن تصمیم گرفت چه حکومتی میخوان، یا قبلش عاقلانه بشینیم فکر کنیم ببینیم کی میخواد بیاد، قولش چیه و اینها. اتفاقا خانم مینا از آلمان برای من نوشته بود که این مصاحبه رضا پهلوی با تلویزیون من و تو خداییش حرفای منطقی میزنه. برای ایشون تو برنامه گفتم خب حالا خداییش که ایشون حرفای منطقی میزنه، یعنی شما میگید اون وقت حالا حرفاش منطقی نبوده، حالا منطقی شده. خب بهش تبریک میگم که بعد از 40 سال این آقا 16 ما عاقل شده، حرفای منطقی میزنه. امروز که حرف منطقی میزنه و به دل شما نشسته، آیا حاضرید برید دنبالش یا فقط حرفاش قشنگه؟ ببینید من خیلی حرفای قشنگ میتونم به شما بزنم، بیا 1000 دلار بده من، با ماشین میبرمت کازینو، یه شام خوبم بهت میدم، 2 تا آبجوم بهت میدم، برنده هم میشی، گارانتی نمیکنم، ضمانت نمیدم، میریم اونجا، من با پول شما شامم میخورم، آبجوم میخورم، پولرم قمار میکنیم، میبازیم، بر میگردیم. بعد شما تازه اگه من گفتی سربی، گفتی برنده میشیم، میگم ای بابا شما چقدر نادانی،
کازینو کسی میره برنده بشه، اگه کازینو همه رفته بودن برنده شده بودن که اینا باید با شمع اونجا می نشستن، پول نداشتن این همه چراغ روشن کنن. میدونید میگه لاس وگاس از کره ما چراغایی که اونجا روشنه پیداست. پول شمایی که میرین قمار میکنید، من که قمار نمیکنم الحمدلله، از این بابت اقلا سالم هست. میگه در مذاکرات صلح چند سال پیش قرار بود اورشلیم پایتخت فلسطین باشه و تل اویو پایتخت اسرائیل. دلشون خوشه که اسرائیل پایبند قطعنامه‌های سازمان ملل باشه. نه، اسم این رزولوشن و قطعنامه‌های سازمان ملل نیارا. یک کاری کن، حالا که امروز سر فرصت نشستی، بنویس که UN Resolution and Israel، که ببینید تا حالا هر چی UN Resolution یا قطعنامه، Resolution یعنی Resolution یعنی راه جدید، یه راه دیگه، Resolution یا قطعنامه صادر کرده، ببین کی رعایت نمیکنه. همین اسرائیل، همین اسرائیلی که امروز یه آقای کوشنر با افتخار ادعا میکنه که ما پشت اسرائیل هستیم، برای که اسرائیل حکومت دموکراسی است. نمیگه ما پشت اسرائیل هستیم به خاطر اینکه هم پدرخانم شارلاتانش هم نتانیاهو شارلاتان هر دو تا گلو در چاه توالت افتادن و دارن دست و پا میزنن و یک کسای احمقی مثل این مگر بیان با تناب، که خودشم قیافش مثل تناب شده، با تناب بره توی اون چاه توالت و اینو بکشه بیرون. حالا امیدوارم یه وقتی همشون با هم برن اونجا، یه نفرم بیاد سر این چاه توالت رو ببنده تا دنیا از دست این به اصطلاح جهانخوار، چی بگیم والا اینها، میخوای بگی جنگجو اون وقتا به کسایی میگفتن که در جنگ و اینها مهارت دارن، ولی اینها جنگفروز فکر کنم باشه اون کلمه، اینجا میگن وارمونگر، جنگفروز، کسانی که بی جهت در دنیا جنگ به راه میندازن که کارخونه های اسلحه سازیشون به راه باشه. یادمه وقتی که دیک چینی و جورج بوش جنگ افغانستان و عراق و اینا رو راه انداختن، اینجا میگفتن این بطری های آب، این آبای بطری، شما اگه موقعی که تو سله بخرین 24 تاشه میده 3 دلار. فکر کنم دونه ای چقدر میشه؟ 10-15 سنت داره؟ حالا بگو 24 تاشه میده 2 دلار و 40 سنت، دونه ای 10 سنت. آقای چینی با دخترش اینا رو به ارتش آمریکا دونه 7 دلار میفروخته. شما به من بگو 6 دلار و 90 سنت، همین سود روی 10 سنت، این چند برابره؟ در هر صورت اینم از این ماجرا، اونا برای این کارا هست که دنبال جنگ هستن، نه اینکه بخوان دموکراسی که با جنگ به جایی نمیبرن. اگه اینجوری بود یونان و نمیدونم مهد دموکراسی دنیا و فرانسه و اینها به جای کتابخونه ها و کتاب قوانین اسلحه خونه و زرادخانه میگفتن بهش. آره فکر کنم زرادخانه اونجایی که پول چاپ میکنن، زرادخانه اونجایی که اسلحه ها رو به اصطلاح میسازن و نگه میدارن. افتتاح سفارت آمریکا در بیت المقدس افتضاح دولت ترامپ. صبر کنیم و ببینیم. آقای حسین مهری که معرف حضورتون هستن، ایشون مجری رادیو بعدم تلویزیون، مصاحبه های زیادی داره، حتی فکر کنم با خلخالی هم مصاحبه کرده، این اواخر هم با آقای محمد امینی به طور هفتگی برنامه داشت و با آقای عباس میلانی. حسین مهری فوت شد، ما اون وقتا میگفتیم فوت کرد، گفتن نگیم فوت کرد، فوت کرد یعنی رفت خودشو کشت، ولی فوت شد یعنی حالا یا با مرگ طبیعی یا مریضی بیماری از دنیا رفت. این ماجرای از دنیا رفت، آیا شما به زندگی بعد از مرگ هم باور دارید؟ بعضیا میگن زندگی موازی، من حقیقتش نمیدونم، گیجم گاهی وقتا، میگم نمیشه که همین جوری بیایی و بری و هیچ خبری نباشه. گاهی وقتا میگم خب اگه اینایی که این همه رفتن، بالاخره یکشون آمده بود به ما میگفت، به قول خیام باز آمده ای کو که به ما گوید راز، خب همه این مشکلات حل میشد. باز برمیگردیم به خدا و طبیعت و اینها، که اگر خدا سازنده ای هست، چرا قشنگ به مردم نگفت که شما 30 سال اینجا هستی، 60 سال اینجا هستی، 90 سال اونجا هستی و
دیگه بی نهایت اونجا میمونی. و اگه قراره یه جایی باشه که هممون هم فکر میکنیم بهشته و هممون اون بالا هستیم، یکی از فامیلاتون یادتون میاد که بگین رفته جهنم، همه تو بهشته. شوهر عمه ما کارگر خوبی بود، بهشته. پدرمون کارگر خوبی بود، بهشته. دوستمون پسر خوبی بود، بهشته. جهنم خالیه، خالیه. من میخوام برم جهنم، شما چی؟ میای جهنم با من یا میری بهشت تو صف وای میسی؟ چه بازیایی از روی بند نازک باید رد بشی. حالا انگار ما تو سیرک بازی کردیم. این نمیدونم پل صراطه، اگه اسمش پله چرا اینقدر باریکه؟ بعد میفتی، نمیدونم. در هست، اگر بدهی مردم را ندهی، آقایی که توی تلویزیون مردم هم برنامه داشتی، دیروز یکی از دوستان زنگ زد، اینو براتون بگم، دوست بسیار معروفی هم هست، هم فیلم ساختن براش، هم کتاب داره، هم 7777 تا شعر گفته و میگه که آقای سوربی، یکی از این افرادی که در تلویزیون مردم بوده، بعدن من احتیاج به اصطلاح کسی داشتم که کتاب من رو ویراستاری، یعنی ادیت کردن. حالا ما کلمه ادیت برامون راحت تره تو بگیم ویراستاری. و این آقا $1000 از این دوست ما که من دیروز باشون آشنا شدم توی کانادا قرض گرفته و قرار بوده بهش پس بده که من اجارم دیر شده و 3-4 روز دیگه، و گفت که میان تو تلویزیون شما. ما نصیحت کردیم به این دوستمون که آقا این یا کلا برداره یا پول نداره. بیا فرض کنیم که این کلا برداره. اگه کلا برداره، شما بیای تو تلویزیون مردم هم بگی این پولو بهت نمیده دیگه. تازه میگه ببین رفتی اونجا گفتی آبرون بردی، من نمیدم، حالا برو هر کاری میخوای بکنی بکن. بله شما میتونی ببریش دادگاه، شاهدم داری، همون وربال اگریمنت یا قراردادهای شفاهی هم توی دادگاه قابل پیگیری است. ولی باز معروفه، میگن خب حالا شما جاجمنت گرفتی، اینجا تو ایران هم میگفتن خب حالا این میخوای بری پالون خرش رو برداری، میگن اصلا این خر نداره که پالون داشته باشه. جاجمنت که میگیری بعضی وقتا میتونی بری از طریق کارفرما، از طریق نمیدونم حقوقای سوشال سکیوریتی اینا رو میتونید گارنیش کنید یا نه، ضبط کنن به شما بدن یا نه، ولی نمیدونم. درس ما به این دوستمون گفتیم اینجوری دردسر داره، اگر چیزه با دوستی و رفاقت و پادرمیونی و حکم قرار دادن دوستان و اینها، و اگر هم که پول نداره، خب حالا پول نداره دیگه میخوای چیکارش کنی؟ گفت نه آقا، من اصلا منظورم به این $1000 نیست، منظورم اینه که دیگران فریب اینو نخورن. تا اینو گفتم آها، حالا من حاضرم چند دقیقه باهات صحبت کنم تا شما بیای ماجرا رو بگی. بعد گفت صبر کن، چون من به این قول دادم که تا 15 صبر میکنم و شما میگی برنامه من 14 هست امروز، اجازه بده صبر کنیم تا 15 که فردا سه‌شنبه هست. اگه این آدم آمد مثل یک انسان شریف همونجوری که ادعا میکنه و تازه دیگران رو مورد به اصطلاح توهین و تهمت قرار میده که اونها شریف نیستن که مملکت ما اینجوریه، اگه آمد و پول رو داد که ما هم به شما زنگ میزنیم میگیم خیلی ممنون. ولی اگر پول رو نداد، حالا یا چهارشنبه یا جمعه ایشون میاد و گفت من مسئولیتم قبول میکنم، میام تو دوربینم نگاه میکنم، میگم که آقا این آقای ایکس اینقدر به ما بدهکاره و آدم کلاشی هست، دوستان مواظب باشید بهش پول قرض ندین. خب این رو هم من نوشته بودم اینجا، اگر بدهی به مردم دارید پس بدهید، اگر ندهید طرف از کانادا میاد و آبروی شما رو که در کالیفرنیا هستید میبره. بله میگه امیر حسن قرخانلو، قربون، اینو میگن تحریک کردن افرادی که چیزی برای از دست دادن ندارن، فقط جای تأسفه. نگران نباشید، اونم یه روزی بالاخره میره رو هوا. من اصلا نمیفهمم منظور شما کیه چیه، و لطف کنید بگید در چه رابطه ای این نوشته رو میگید. باور کنید من وقتی یه چیزی رو شروع میکنم میرم جلو، خب شما همیشه فکر میکنید که جمله بعدی چیه.
دیگه این پشتری ها یک کمی از یادمون میره، مگر اینکه شما بنویسید در رابطه مثلا با پول قرض دادن، تهدید کردن، تلفن زدن به تلویزیون ها، اینو میگن تحریک کردن افرادی که چیزی برای از دست فکر کنم در این مورد میگید. در صورت نمیدونم حالا اینا تحریک میشن یا اینقدر پوست کلفتن که تحریک پذیرم نیستن. اینم از این ماجرا. و ببینم که اینجا بله امروز دوستان اونایی که جمعه منتظر برنامه کانون آوا بودید بهتون گفتم که از هفته قبل قرار شده دوشنبه ها ساعت 3:12 ظهر به وقت ما، 9 صبح به وقت کالیفرنیا برنامه های کانون آوا باشه. امروز با 3 تا از دوستان بودیم، آقای بهمن اعظمی، آقای منوچهر عبدی و آقای مالک بیت مشعل. برنامه خوبی بود، حتما نگاه کنید. این برنامه ها هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه، روی فیسبوک تا زمانی که فیسبوک اجازه بده باقی میمونه و در بایگانی کانون آوا هم میمونه و پخش میشه. اگر دوستان مجاهد یا طرفدار مجاهد یا هوادار مجاهد هم صحبتی دارن که میخوان از تلویزیون مردم پخش بشه، با کمال میل منتظر به اصطلاح شما دوستان هستیم. اینم از این. آهان، آقای امیر حسن میگه منظورم سفارت آمریکا بود، با باز کردن سفارت آمریکا تحریک کردن افرادی رو که چیزی برای از دست دادن ندارن. آقا دیگه جونش از همه چی مهمتره، ولی راست میگید شما، زندگی رو وقتی با آدم به اصطلاح تلخ کنن طرف دیگه روی جونش خیلی حساب نمیکنه و فکر میکنه که چیزی برای از دست دادن نداره. دوستان عزیز میدونید که ما یه دوستی داریم، خانم فری شبیری و همسر ایشون آقای لطفی عزیز، اینها 7 سال پیش یک بیزینس این رو اینجا شروع کردن به همراه پسرشون. پسرشون بعدن رفته کالیفرنیا. این دو دوست ما هم میخوان بازنشسته بشن و از سالهای طلایی عمرشون استفاده بهتری ببرن و حاضرن این بیزینس رو که 7 ساله شده واگذار کنن. من منتظر بودم که خانم شبیری این شماره تلفن رو روی صفحهشون بذارن، ولی ندیدم هنوز اونجا، چون بالاخره این دوستان هم گرفتاری های خودشون رو دارن. من اینجا برای شما نشون میدم، اگر خواستید تماس بگیرید با خودشون در رابطه با واگذاری این بیزینس صحبت کنید. اسم اونجا هست جینیز هوکا لاونج و اینها فقط شبا بازن. به نظر من تو اون محلی که اینها هستن اگه کسی بتونه زورا باز کنه حتی میتونه زورها فروش بیشتری داشته باشه تا شبها، ولی اینها برنامهشون از اول این بوده که یک جایی برای دیدار دوستان نشستن و قلیون کشیدن و اینها و شبها باز کرده بودن، ولی حالا شما میتونید به اصطلاح روزها هم اگر خواستید برید بگیرید و روزها هم استفاده کنید. من اینجا نوشتم ما تصمیم گرفتیم که پس از 7 سال بیزینس خود را واگذار کنیم، در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. 203-545-3166. سعی میکنم در یه فرصتی هم باز با خانم شبری چند دقیقه صحبتی داشته باشیم تا خود این دوستان توضیحات بهتری بدن، چون خیلی ها به من تماس میگیرن، من میگم من نمیدونم حقیقتش، من اینجا هستم، اونا رود آیلندن و شما باید با هم مستقیما صحبت کنید. آمریکایی‌ها میگن هی سد شی سد نباشه، اینو گفت اونو گفت نباشه، مستقیم که صحبت کنید خیلی بهتره. خیلی جالبه امروز ما یک شبیری دیگه هم داریم، احمد شبیری. خب ما معمولا خانم فری شبیری رو اینجا داریم و حالا امروز احمد شبیری هم اینجا. شبیری خانواده سرشناسی هستن توی ایران و فکر کنم تو کارهای فرهنگی و اینها هم سابقه دارن. و اما یه آگهی هم هست از کجا؟ از والنتاینز موتور، آقای بیژن جعفری. اگه یه وقت میخواین ماشینی بخرین یا ماشینی به اصطلاح بفروشین یا معاوضه کنید، میتونید با این دوستان تماس بگیرید. خرید، فروش و معاوضه اتومبیل، این دوستان از والنتاینز موتور در خدمت شما هستند و شعارشون اینه: تماس از شما، خدمت از آنها. و شماره تلفنشون هم هست 301
735 75 53. امروز برای آقای مهدی تبریزی ایمیلی فرستادم، نوشتم که آقا این 25 و 26 می میشه جمعه و شنبه، دیگه از این بهتر نمیشه، آیا شما برنامه ای دارید برای اون برنامه God's Grace یا رضای خدا؟ هنوز پاسخی یا جوابی از ایشون نگرفتم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم آگهی داشته باشید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه های خودتون رو داشته باشید و همون جوری که امروز شما دارین تماشا میکنید، هزاران هزار نفر هم تماشا میکنن از جاهای مختلف دنیا و میتونن به اصطلاح آگهی شما رو ببینن. والنتاینز موتور بای سر ترید 301-735-75-53 و آقای بیژن جعفری مرد بسیار نیکو، انسان شریفی است و من از آشنایی با ایشون بسیار خوشحالم. خب و اما ببینیم که پیام مجید درباره صدا و تصویر. آقا مجید، میدونم که شما تصویر ما رو نمیبینی ولی میدونم که صدای من رو شما گفتی میشنفی به قول شیرازی ها یا میشنوی. حالا من پیامتو پخش میکنم و اون چیزی که به نظر خودم هست میگم. بذارید ببینم اینه یا این آقای منوچهر هست. اجازه بدید. آقای صوفی سلام، منوچهر هستم، از باستان زنگ میزنم. از کنم که تلفن من 777 اشکالی نداره که این عرایز منو پخش کنی. فقط خواستم خواهش کنم که در برنامه‌تون تو سه مرتبه توضیح دادید که آقای احمدعلی مسعود انصاری میخوان تشمیرن تو برنامه‌تون و راجع به کتاب سوم کتابش در واقع تبلیغاتی داشته باشن. من یه چند تا سوال دارم، البته نه مثلا نمک نه نمکدون، فقط خواستم اگر ممکنه با یه مبلغ کمی که من خدمتتون تقدیم میکنم ببینم که آیا این اجازه رو دارم این پرسش را ازشون داشته باشم. آقای منوچهر خان عزیز از این بستون زیبا، آقا منوچهر شما که بازنشسته شدی و بستون هستی، یه سری به این دوستان بزن، فکر کنم یک ساعت راهه تا رود آیلند و شاید اونجا بتونی شما منیجر بشی و کار کنی. اینها ضمناً شما لازم نیست پولی بدید برای سوال کردن. پول برنامه ها رو آقای پتیک زحمت کشیده فرستاده و این پاکت کوچولوش میگه فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه و رسید. ممنونم. ضمناً آقای احمدعلی مسعود انصاری هم امروز اینجا بودن و کتابشون رو به من دادن، برای منم اینجا نوشتن که این کتاب تقدیم به دوست و برادرم آقای سوربی. منم ازشون ممنونم. گفتم که بذار من اینو برای پتیک بفرستم، گفت که نه شما آدرس پتیکو بده من خودم میفرستم و اون کتاب داره میاد. و شما اگه منظورتون اینه که میخواین به صورت مناظره باشه، من الان سال هاست که مناظره رو قبول نمی کنم، چون اولا داور خوبی نبودم نیستم، ممکنه خدای نکرده طرفی که از شما رو بگیرم یک، دوما وقتی که با این ساعتهای شنی که میدونید اینا بهش میگن مثل شیشه اوم، از اینجا خالی میشه، اینجا وقت گرفتیم و برنامه گذاشتیم، دو نفر از ما دلخور شدن، یکی آقای اسمش الان یادم رفت، یه دوستی بود که با آقای فضائل عزیزان مسابقه کرد، گفت آقا با اون بیشتر وقت دادی، یه مسابقه دیگه بین آقای مصطفی زاده، مناظره دیگه بین آقای مصطفی زاده بود و آقای اجلالی و من دیدم آقا همه ازت نگران ناراحت میشن. یادم افتاد به موقعی که دعوا میشه بین دو نفر، شما میخوای از حسن نیت بری جلو اینا رو از هم سوا کنی جدا کنی، شما مشت میخوری از هر دو طرف، چون اونا میخوان مشت بزنن به شما، نمیخوان بزنن، ولی شما چون اینو دور میکنی، شما نزدیک هستی یه مش از این میخوری، اینو دور میکنی یه مش از اون میخوری. گفتیم بابا ولمون کن. ممنونم از آقای فرهاد زمانیان، میگه صدا و تصویر عالیه ولی آقا صدا خراب، این
چیز ما رو کشته، خفه کرده این آلرژی. در هر صورت شما میتونید سوالاتتون رو بفرستید، اتفاقا به ایشون گفتم که برنامه هاتون رو ردیف کنید، بیاین دو سه تا برنامه داشته باشید. ایشون گفت خب سوالا رو از دوستان بگیرید و من پاسخ میدم. همیشه آقای انصاری گفته تا اونجایی که من میدونم، اتفاقا دیدم فخرآورم رفته مصاحبه انصاری رو برداشته گذاشته، چون با وجودی که آقای انصاری میگه که من از این شخص به خاطر اینکه توهین میکنه به اصطلاح مذهب و دین مردم دل خوشی ندارم، ولی خب شما اگه یه کسی داره یه حقیقتی رو میگه لازم نیست همین الان تاییدش کنید، برید مطالعه کنید، دقت کنید، ببینید اگه درست میگه بعد بگید درست میگه. در رابطه با فرع پهلوی، در رابطه با اینکه انقلاب ایران زیر سر روسیه بوده، به تصویب اونها بوده، با برنامه ریزی اینها بوده و الی آخر. به زودی آقای احمد علی مسعود انصاری در تلویزیون مردم برنامه خواهند داشت. شما هم منوچهر خان خیلی خوشحالم، اتفاقا چند مدت پیش بود تو برنامه گفتم از آقا منوچهر هم خبری نشد. منوچهر کسیه که وقتی کار میکرد با همین که سنش هم بالا بود ما رو حمایت میکرد و یه دفعه هم گفت که دیگه من اینجا کارم رو از دست دادم و اینها. گفتیم بابا مهم نیست، ما فقط برای حمایت شما با شما دوست نیستیم، بالاخره اینجا خوش آمدید. خوشحالم که زنگ زدی و مطمئنم که به اصطلاح برنامه ها رو میبینید، چون میگید تو برنامه گفتید اینجوری، حتی برنامه های جدید رو هم میبینید. و اما اسم آقای امیر فخرآور آمد. امیر فخرآور شالاتانی که اینجا با گندش بالا اومده، ولی هنوز عده‌ای ساده لو این رو نمیشناسن. یادم چند مدت پیش خانم لیلا نوشت که آقا این عجب آدمیه. گفتم شما حالا یک کم نگاه کن ویدیوهاشو بعدن بگو. بعد دو سه روز گفت آقا این عجب پدر سوخته ایه، منو بلاک کرد. بعد دو سه روز دیگه آقا عجب حرومزاده ایه، این همش دروغ میگه. فخرآور شما یه ویدیویی هست بنویسید سربی، یکم فاصله بذارید فخرآور. من نمیدونم اصلا این چه گروهی هم، بذارید پیداش کنم اینجا، آمده اینو گذاشته روی یوتیوب. برنامه ای بوده که من فخرآور رو، مجید صادقی رو دعوت کردم. بذارید من اینجا بهتون نشون بدم توی یوتیوب. وقتی میان دوستان نگاه کنید، خود یوتیوب هم باز چیز داره به اصطلاح سرچ باکس، یعنی جایی که شما میتونید سوالتون رو اونجا بنویسید براتون پیدا کنه. ببینید من اینجا بنویسم سربی، یکم فاصله، این فخرآور ننگاور، فخرآور. بعد شما اینجا یکم صبر کنید پیدا میشه، ببینیم چی میشه. شاید فخرآور رو آنشتم فخت، فخرآور باید بنویسم. بی خود نیست که نتونست پیداش کنه، امان از دست انگشت گنده که از بس ما پنیر روی نون پهن کردیم انگشتمون اینجوری شده. ببینید نشون میده چند تا رو. این یکی که اصلا مال ما هم نیست، نوشته ایران دوست 2575، تا حالا 20,000 تا دیدنش 10 ماه گذشته. نوشته با دقت لطفاً به این مکالمه تلفنی گوش کنید. گوش کنید. من دو تا سوال از آقای فخرآور داشتم، اگه وقتتون اجازه بده. حتما بفرمایید. دوستان صدایی که از اون طرف داره میاد آقای فرهاد پارسیه. فرهاد پارسی چند مدت توی تلویزیون ها به اصطلاح خیلی معروف شده بود. آخرین خبری هم که من ازش دارم، ایشون اون تلویزیون رو که آقای کوروش کیه عرفانی، اون دکتر و اون آقای افتخاری به اصطلاح برنامه اجرا میکردن، ایشون اونها رو اسپانسر یا سپورت یا حمایت میکرد. و این آقا از اروپا زنگ میزنه ببینید چی میگه. تو برنامه ای که ما نه از قبل پیش بینی کرده بودیم، آقای فخرآور هم آمده بود اینجا، دوست دختر آمریکاییش هم اونجا نشسته بود. و ببینید و بشنوید. یه دو تا سوال از آقای فخرآور داشتم، اگه وقتتون اجازه بده. حتما بفرمایید. جناب آقای فخرآور، شما فرمودید در زندان عادل‌آباد بودید، شما بند چند بودید در زندان عادل‌آباد؟ ولی ما توی قرنطینه شدیم عزیزم، وقتی که بعد از نمیدونم شلوغی
شلوغی سال 1372 71 دانش آموزی شیراز رو اگر خاطرتون باشه، بچه ها اومدن ریختن، بچه های دبیرستانی اومدن ریختن توی من دقیقا میدونم بند چند بود اون قرار، ولی من قرنطینه میدونم، بند نمیدونم اگه برای چه در زندان عادل‌آباد نبود جناب آقای فخر عزیزم. خب شما احتمالا بهتر از ما میدونستید، حدود 2500 دانش آموز رو بردن اونجا و احکام تنگیم عزیزم شما من نمیدونم از من جوابگوی توهین ها نیستم عزیزم. آقای سوربی نشد دیگه، من اجازه بدید من بهتون گفتم من ساعت 4 باید برم عزیز دلم، شما برید خودتون لطفاً آخه کسایی میان اینجا میشینن از خب دیگه اینا اومدن اون نکتای چیزشو به اصطلاح گذاشتن که دروغ این رو نشون میده، میگه 2500 تا دانش آموز تو قرنطینه بودیم. من خودم اهل شیرازم، زندان عادل آباد رو از بیرون دیدم، الحمدلله از داخل ندیدم. و البته زمان حکومت نظامی هم هوابرد، هم شهربانی، هم زندان کریم خان زند، هم زندان عادل آباد. زندان کریم خان زند رو به عنوان پایگاه استفاده می کردیم، داخل اون من رفته بودم، ولی این زندان عادل آباد که اون موقع مقداری از شهر بیرون بود، جاده زندان اصلا بهش می گفتن اینا، ولی حتما حالا مرکز شهره، من فکر نمی کنم همه زندان جای 2500 نفر رو داشت که ایشون میگه 2500 نفر دانش آموز سال 1371. و اون یه سوال ساده کرد آقای فخرآور، آقای فرهاد پارسی گفت شما تو کدوم بند بودید و شما موندی توش؟ گفتی که من تو قرنطینه بودم. گفت آقا قرنطینه نداره زندان عادل آباد، چون آقای فرهاد پارسی هم شیرازیه هم یکی از دست‌اندرکارانی بوده که بعدم با بختیار و اینها با هم همراه بودن. در هر صورت اینم از این موضوع. و از اطلاعات ایرانه، آقای لطیف زمانی میگه، حتما راجع به فخرآور میگی. بله شما به من بگو آقا وقتی اسرائیل میگه ما این اینفورمیشن ها رو گرفتیم، فردا اگر آخوندا با هر کسی بد باشن میگن این جاسوس اسرائیل، دیگه ما هم دهنمون بند نمیتونیم حرف بزنیم، درسته؟ وقتی آقای فخرآور میگه من رسیدم دبی، آقای ریچارد پر انگار که اینا دوست پسر بودن، بلند شده از اینجا رفته تو هتل با هم لابی دابی، بعدش هم سوار هواپیما کرده نشونده چه روز آنش آوردش اینجا. کدوم یک از شما فعالان سیاسی، یک کسی که لابیست توی آمریکا، بلند شد اومد توی کشوری شما رو بدونی که یه روز معطل بشی آورد آمریکا؟ آخه نمیخونه عزیز من. همینه که بهت میگن شما ماموری، شما نفوذی هستی و الا آخر. اینم از این ماجرا. و اما آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس در نماز جمعه و اعتراض علیرضا رحیمی که گفته بابا جون توی مجلس صحبت از قانون و قانونگذاری و قانون نوشتن و قانونمندیه، جای مسخره بازی و آتیش زدن و اون حمال آخوندن بدوه با سرعت که منم داخل این فاتحه باشم، بعدم کم مونده بود خودشونو با آتیش بکشن. این گفته، خیلی هم به این اعتراض کرده. حالا بهتون نشون میدم، اجازه بدین این رو هم ببندم اینجا. و اما چون منوچهرم گفت، دوستان این کتاب آقای احمدعلی مسعود انصاری به نام ناگفته هایی از تاریخ معاصر، مصاحبه و مقالات و جوابی های احمدعلی مسعود انصاری، مکملی بر کتاب های من و خاندان پهلوی و من و رضا، حالا چرا اینقدر اینا رو ریز نوشتن وقتی اینجا اینقدر جای سفید بوده. در اصل این کتاب روی آمازون هست و اگه امروز شما بری تو آمازون نگاه کنی، آمازون چون فکر میکنه کتاب از سمت چپ باید شروع بشه، آمده عکس اینجا رو گذاشته. اگه این عکس رو دیدید پنیک نکنید، شاید این حالا درس خوبی باشه برای شمایی که به فکر هستید که کتاباتون رو توی آمازون چاپ کنید. یادتون باشه که پشت صفحه هم یه چیزی بنویسید یا همینو اینور هم چاپ کنید که از هر طرف اونا چاپ کنن، به اصطلاح شما حقتون ضایع نشده باشه.
و رسم توی آمریکا وقتی کتاب رو برمی‌داری تو کتاب فروشی یه مقدمه‌ای یا یه چیزی رو آخرین صفحه اینجا نوشتن. چرا این کار درباره کتاب آقای انصاری نشده من نمیدونم. جمع‌آورنده این کتاب میدونید که یا گردآورنده این کتاب هست، نوشتن عنوان نام پدید آورنده، نام پدید آورنده رضا غیبی. به نظر من اشتباهه، شما گردآورنده هستید، اینها رو جمع کردید. پدید آورنده شا بوده و فرع بوده و دست‌اندرکاران و آقای انصاری، ولی اب نداره. آقای سوربی، روی فیسبوک فخرآور عکسی هست که میگه ترامپ امضا کرده و به این شخص فرستاده. بله عزیز من، شما بیا اینجا، برو توی قسمت وایت هاوس، بعد اون قسمتش سووینیر میفروشن. برو اینجا، برو توی مجلس، بعد اون قسمتش سووینیر یعنی سوغات میفروشن. این چیزا هست. من و شما هیجان زده میشیم. من و شما، من یادم یه دوستی دارم یه نامه از اوباما براش اومده بود، اینو قاب گرفته بود گذاشته بود تو اتاقش که من برای اوباما اینو نوشتم، اون جواب داده. میگم آقا این اوباما یه امضا یه مهر گذاشته اونجا، دخترای 19 ساله 20 ساله که میان اونجا برای اینترنشیپ، اینا شما نامه میاد، اونا هم اسم شما رو برمیدارن میذارن اونجا. اگه اسمت ایکس مینسن دیر مستر ایکس، اگه اسمت وای مینسن دیر میسیز وای، و براتون همون متن رو مینویسن از این که شما وطن پرست هستین و فلانی ساری. حالا این یه 69 دلار اضافه تر داده رو قاب عکسه با این خودکارهای طلایی که برای کادو از مینویسن. حالا گیرم که درسته، ایشون یه مدت خودشو انداخت تو بغل جورج بوش، یه مدت فکر کرد الان میره ایران میشه رضا شاه، گفت من نمیدونم رضا شاه با مادرش یه کارایی کرده فلان اینا، اصلا نگاه بکنید چشماشو نشون میداد، میگه نگاه کنید منم مثل اون بی حیا هستم، من باید بشم شاه. بعد دید شاه اللهی هم پریدن بهش، حالا رفته آویزون شده به چیزای نداشته ترامپ. اوکی آقای فخرآور، اصلا شما نماینده ارشد ترامپ، حمزه‌پور دیوانه رو ول کن آقا، گود فور یو، چه غلطی میخوای بکنی؟ یه قاب عکس گرفتی، بدبخت فردا اینم میره یه احمق‌تر از این میاد دوباره یه قاب عکس هم با اون. دوستان اینجا عکس گرفتن هیچ امتیازی نیست. من خودم عکس دارم با 4-5 تا پرزیدنت آمریکا که چی؟ بذار دم کوزه آبشو بخون. اگه ببرم دم یه 7-11 به طرف بگم آقا یه نوشابه به من بده، نگاه کن من با هیلری کلینتون بودم، من با جورج بوش بودم، میگه give me one dollar، همه هندی هم دیگه، give me one dollar and four cent or six cent، بره آقا بنمون کن. این نفر متعهله سینگل نیست، این نفر متعهله سینگل نیست. شما از کجا میدونی؟ مشکل از ماست. چرا زندان رفتن یک اطلاعاتی مهم باشه؟ برای اینکه منتظر ناجی هستیم. باریکلا، این شما درست میگی، من همیشه گفتم خاک بر سر ما ملتی که زندان رفتن جزو رزومی یا جزو کارهای خوبمون میشه، که مثلا من به جای اینکه بگم آقا من 5 سال دبیر بودم بچه های کلاس 12 رو درس میدادم، بگم آقا من 2 ماه هم زندان بودم، راستی به این تجاوزم کردن، هی این امتیازای اینجوری. این آقای فخرآور رو دوستانش توی زندان گرفته بودن، تلفن توی تنبونش بوده، حالا کجای تنبون، تنبون که جیب نداره، توی تنبونش بوده، روشن بوده، حرفای اینا رو داشته میفرستاده برای دفتر زندان. این آقای فخرآور، برید آقای زرفشان نامی بود اگه تو زندان اشتباه نکنم، این آب داغ ریخته بود رو اون آقا، یه فعال سیاسی واقعی. این آقای فخرآور واقعا ننگاوره و من تعجب میکنم، بیشترم خانم ها تو دام این میفتن. یه خانمی امروز برای من نوشته ببین آقا 8 میلیون خورده اینستاگرام داره. میگم یه دوست ما رفته بود انگلستان، دوستش بهش گفته بود آقا ویدیو تو بذار 15 دلار هم بده فیسبوک، گو آقا گذاشتیم دیدیم 15000 نفر اومدن نگاه کردن، گفتیم چه خوب بریم ببینیم اینا کیه، گو آقا آفریقا، که اصلا یه ایرانی، حالا حتما آقای مصباح میگه من اونجا هستم، گفت که اصلا ایرانی نیست اونجا، گفتم معلومه این فیسبوک و اینها همش کلکه،
بعدم حالا نگاه کردن مثل این مجاهدین، ما هر چی مردم میگن آقا مجاهدین هوادار ندارن، ما میگیم شما دیوونه هستین، شما به اینا بگید هوادار دارید، منتظرتونن، بلکه بلندشن برن ایران، مردم با چنگ و دندون اینا رو تیک تیکی کنن. به آقای رضا پهلوی یه دفعه گفتم، این آقای بهکام گفت آقا 99% ایران، اون موقع جمعیت 60 میلیون بود، 99% ایران منتظر رضا پهلوی هم. گفتم خب اگه شما درست میگی چرا این احمق نمیره؟ برای که دروغ میگیم، ولی ما میگیم شما راست میگید. ببینید ما چه آدمای خوبی هستیم، میدونیم که شما دروغ میگید ولی ما میگیم شما راست میگید. در هر صورت دوست عزیز این عکس ها رو بنداز تو سطل آشغال. و بله این یه آدمیه که یه مدت با این دوست دختر، یه مدت با اون دوست دختر، یه مدت مثل دیوونه ها دیوونه اسلحه شده بوده، عکس میگیره با اسلحه، عکس میگیره با مرسدس بنز، یه آدم عقده‌ای، از اینجا رفته خواهرش اینا رو توی ترکیه ببینه، اونجا خربازی در آورده، رانندگی تصادف کرده، میگه جمهوری اسلامی اومده منو از بین ببره. آخه تو بچه خودشون هستی، از بین ببرنت برای چی؟ تو اومدی اینجا 4 نفرم که با هم فعالیت داشتن اینا رو از هم پاشوندی و پخش کردی و رفته. در صورت اینم ماجرای فخرآور ننگ‌آور. و اما بریم سراغ، من 13 دقیقه دیگه شما رو میبرم. آها اون شماره تلفن آقای مجید خان که زنگ زده بود، ببینم که شاید بتونیم مشکل شما رو حل کنیم. الو، درود بر شما جناب آقای پارسا، مجید هستم، این شبه که حالتون خوب باشه. والا حقیقت این که من وقتی که برنامه شما روشن میکنم، نمیدونم الان مدتیش، یعنی 2-3 هفته این طوری شده، نمیدونم کاری کردم اشتباه کردم که این اتفاق میفته، یا این که شما به یه صورت دیگه پخش میکنید، با یه فرکانس دیگه پخش میکنید، نمیدونم، تصویر ندارم، همش به صورت صدا هستش، صدا هست ولی تصویر نیست، صفحه سیاه هست. نه فقط برنامه شما، خیلی از برنامه های فیسبوک دوستانی که باز میکنم مثلا هم تو که خدا رو شکر همینجا که گفتید نه فقط برنامه شما، چون حالا اگه من هرچی اینجا زور بزنم بگم والا ما چیزی رو عوض نکردیم، اگه عوض کرده بودیم تا حالا دیگر دوستان ما رو کچل میکردن، همین دوتا نخ مو هم که باقی مونده بود میکندن. دوست عزیز، شما از یه کامپیوتر دیگه یا شما به دوستت زنگ بزن که رو فیسبوک هست، بهش بگو توی فیسبوک الان اینو کلیک کن، اینو کلیک کن، ببین چجوریه. اینجوری که شما میگی من اتفاقا رفتم سرچ کردم و اینو پیدا کردم. اگر این شماره تلفنت تکست قبول میکنه، من برات با تکست میفرستم. بذارید ببینم که اینه، نوشتم آدیو ویدیو، یک اجازه بدید که بله همون روی چیز نوشتم که آدیو ویدیو my videos without pictures just نمیدونم no pictures audio only. ببین من الان اینو برات باز میکنم که شما حداقل ببینیش، خودتون میتونید این کار انجام بدید. YouTube videos show a black screen with audio، اینو من پیدا کردم. بعد شما که میگی متاسفانه نگفتی که فقط فیسبوکه، فقط یوتیوبه، ولی به نظرم میاد شما یه برنامه ای رو پیاده کردی، حالا یا کامپیوترتو خاموش روشن کن، یا اگه بلدی ریست کنی to the previous setting، برگردون مثلا به 3 هفته پیش 4 هفته پیش، کامپیوتر این برنامه ها رو داره. و ببین شما تنها نیستی، این 26 آپریل 2018 یه نفر همین مشکل رو داشته، آمده نوشته و افراد زیادی هستن. بعد بهت میگه چه کارایی بکن که درست بشه. میگه اگه یه جایی یه پروگرامی بهت گفته که ما رو استفاده کن تا برات آگهی ها رو بلاک کنیم، خودمون پدر سوخته داره این کارا رو انجام میده. یکی یه جای دیگه میگه update your filter list and restart your computer. در هر صورت دوست عزیز، من ممنونم که تماس گرفتی. به نظر من این اشکال از کامپیوتر و سیستم شماست. بهترین کار اینه که بری توی فروشگاه بگی من میخوام کامپیوتر بخرم، بعد بگی من میخوام فیسبوک استفاده کنم، فیسبوکی که آوردم، بگو من میخوام صفحه سولوی رو نگاه کنم.
بزن صفحه سوربی، اگه اونجا نشون داد برگرد خونه بیفت به جون کامپیوتر. آقای لطیف زمانی میگی که این در شیراز کلاس قرآن داشت فخرآور، که برید ویدیو قرآنش هم هست دوستان روی یوتیوب، که کلاس قرآن داشت و قانونی با کمک اطلاعات ایران و تلویزیون شهرام همایون رسید اینجا. ای خدا بگم شهرام همایون رو لعنت نکنه که چند تا از اینا رو آورده و انداخته به جون مردم بیچاره. و اما سیر تحول جنبش چپ و عوامل بحران مداوم آن، این یک کتابیه که آقای ماسالی نوشته. آقای ماسالی تا حالا چندین کتاب نوشتن و شاید اگر فرصتی بشه به زودی با ایشون درباره این کتاب هم صحبت کنیم. سیر تحول جنبش چپ و عوامل بحران مداوم آن، جمعه 11 اسفند 1300 تهران. این نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی دی اف آن را دریافت کنید. نویسنده حسن ماسالی، یعنی نسخه را مجانی، کتاب را مجانی گذاشتن روی پی دی اف. میشه چی؟ پورتبل فایل یا چیز پی دی اف، پورتبل دیجیتال فایل فکر کنم میشه. در صورت کتاب بهتون بگم چند صفحه است، اینجا 287 صفحه است و اگر هم لینکشو میخواین براتون بفرستم، یا لینک رو اولا الان برای فیسبوکی ها میذارم روی فیسبوک. این هم کاری که ما میتونیم اینجا انجام بدیم. نزنم ها، اشتباهی زدم اند، خوب که نوشو زدم. بله عجب، نمیدونم چرا. بله حالا امیدوارم که باشه، توی گوگل درایو گذاشتن میتونید بردارید. آره این از اون اشتباهیه که بعض وقتا نباید انجام بدم، یه دفعه وسط برنامه میخوام کتاب یه نفر رو مجانی تبلیغ کنم، برنامه خودمون. بله میگه please advise your friend who cannot see to download VLC media player. مرسی. این سعید که تو کارهای کامپیوتر خیلی وارده، یه پلیری هست به نام VLC. این پلیرهای میدیا پلیر و اون وقتا هم یه چیز دیگه بود، ریل پلیر و اینها، بعضی وقتا به خاطر جنگی که با هم دارن این وسط ما رو ملغمه میکنن، ولی VLC کاری به این دوتا نداره، هر نوع فایلی رو اون براتون باز میکنه. برید تایپ کنید VLC، V مثل ویکتور، L مثل لری مثل لار، و C مثل چارلی مثل کات، دیگه مثل چی بگم، VLC میدیا پلیر. بسیار پلیر خوبیه. من هر وقت که پروگرامای دیگه با دیفالت این ویندوز باز نمیشه با VLC استفاده میکنم و باز میشه. ممنونم که سعید هم گوش میده هم کمک میکنه. و سعید یه زمانی گفت که هر کسی در این منطقه کالیفرنیا کمک خواست من میرم کمک میکنم اون حمایت کنه تلویزیون مردم رو. بعد میرفت کمک میکرد به اینایی که معمولا یه کامپیوتر کهنه‌ای پسرشون بهشون داده که باباش براش که کامپیوتر نو بخره. بعد بابا هم میگه که این کامپیوتر خوبیه. بله قبل از اینکه پسرت بره دانشگاه خوب بود، خریدیش 2000 دلار، الان همون کامپیوتره 190 دلار بهتر از اون بهت میدن، آشغالای پسرت هم داخلش نیست. ولی نه دیگه، چون مال پسرشه میگه خوبه. بنده خدا میرفت درست میکرد، بعد هی زنگ میزد آقای فلانی کمک کرد، گفتم نه آقا، همون مثل که خودت پول بگیری بفرستی بهتر. خب اینم از این، ممنون و متشکرم دوستان عزیز. ساعت 2:55 به وقت واشنگتن، به وقت غرب شرق آمریکاست، و کم کم باید بریم سراغ آقای امیر حسین لادن. آقای امیر حسین لادن نویسنده و محققی هست که سالهاست نتایج به اصطلاح دیده‌های خودش، تحقیقات خودش رو به وسیله کتاب و به وسیله ساختن ویدیو و اینها در اختیار من و شما قرار میده. کتابشون هست به نام خدا سالاری و درماندگی، گذاشتمش اونجا. بله و
با ایشون صحبت میکنیم. بعد از برنامه قبلی سوالاتی شماها پرسیدید که اون سوالات رو میپرسم، ایشون پاسخ میده. در حین برنامه هم اگر سوالی پیش آمد یا روی فیسبوک یا از طریق تلفن زنگ بزنید مطرح کنید بپرسید، من از ایشون میپرسم تا اونجایی که ببینم و بتونم به موقع با شما کامیونیکیت یعنی گفت شنود داشته باشیم، جربز کنیم، کلکل کنیم، با هم در تماس باشیم. نمیدونم والا دیگه چی بگم. خب بذارید ببینم که اینجا براتون چی گذاشتم. ماسالی و اما پتیک بهتون گفتم که این خیلی دوست داره برنامه های داکیومنتری و ایژوکیشنال، چیزایی رو که یه چیزی یاد میگیره آدم. میگه کانال اسمیتسونیان امسال اقدام به تهیه چند فیلم از شهرهای بزرگ آمریکا نموده که تاکنون لاس وگاس، نیویورک، میامی، سیاتل، شیکاگو، سان فرانسیسکو و امشب هم لس آنجلس ما را به نمایش گذارده است. سوای نکات جالب و دیدنی و شنیدنی این فیلم ها، تو پرانتز نوشته که نظر من است، تاکنون نیویورک را به عنوان شهری که نمیخوابد یا نمیخوابه میشناختم، اما در این فیلم گفته شد لس آنجلس از لحاظ تردد شبانه بر نیویورک برتری دارد. ضمناً این شهر 10 میلیون جمعیت و 1100 مایل فریوی دارد، شهری که از لحاظ بارش باران در حد کم می باشد ولی از 200 مایلی آن توسط کانال ها آب را به شهر می رساند. جالبه که در ایمیل بعدی توضیح داده که یادم رفت بهت بگم این کانالایی که درست کردن و اینها برای که آب حرارت آفتاب که میخوره بخار نشه از بین نره روش یه توپایی میریزن. من دیدم اتفاقا اون برنامه رو که یک جوونی این پیشنهاد کرده بود که توپ بریزین، هم الجی که میخوان بنزین و اینا رو از اون درست کنه، الجی جلبک میشه دیگه، هم به اصطلاح اونها رو درست نگه میداره، هم تابش مستقیم آفتاب روی آب نیست چون این توپا هم گرده میشکنه، وقتی تابش پیدا میشه میشکنه و دو تا حسن داره. و بیشتر این چیزها رو برای ما بفرست تا ما هم بخونیم برای مردم آگاه بشیم. و اما دوستان ما که کاسه از آش داغ‌تر هستن معمولا، ببینید دوستان، این کاری که ترامپ کرد کلیمیا رو به خطر انداخته، چون اینها دنبال صهیونیست و دنبال اونایی هستن که میخوان کشورگشایی کنن، دنیا رو بیارن زیر نفوذ به اصطلاح صهیونیست. برید ماجرای هیتلر رو بخونید. هیتلر وقتی شروع کرد اصلا مسئله دینی با اینا نداشت، مسئلهش کاری بود که کلیمیا به سر ملت درآورده بودن، نزولایی که میگرفتن و معاملات طلا و اینها. اینجا این یکی از اینها مال کلیمی از طرف از جویش وایس، از صدای کلیمیان برای صلح، برای من نوشته که همون غزه و اینا میگیم دیگه، ما میگیم بلندی های جولان و صحرای غزه و فلان اینا، میگه که اونجا به خاطر این تظاهرات که شده تا حالا 38 نفر که بعد من 40 نفرم شنیدم، هزاران نفرم کشته و بعدم بدتر و بدتر خواهد شد. حالا بعضی از دوستان، من شنیدم یکی از این کلیمیایی که تو تلویزیون بوده مدت ها پیش گفته بود که وقتی که ایران انقلاب شد ما 35 میلیون بودیم، حالا 70 میلیونیم، اگه 7 میلیونش هم کشته بشه 63 میلیون میمونه که هنوز خیلی بیشتر از 35 میلیونه. چون من خودم این حرف رو از دهان این خانم کلیمی نشنیدم، اسمش رو نمیگم، ولی دوستان تماس گرفتن گفتن بله اینجوری بوده و این خانم با نادانی تمام این رو گفته. بذارید بریم سراغ آقای امیر حسین لادن. ساعت 3 بعد از ظهر هست و با ایشون صحبتی داشته باشیم. بله آقای لادن، اگر لطف کنید تمام برنامه های دیگر رو ببندید، مخصوصا اگر تماشا میکنید برنامه من رو، که ما بتونیم صدا و تصویر بهتری از شما به وسیله اسکایپ داشته باشیم. دوستان عزیز، آقای لادن قبلا هم در برنامه های ما بودن، از این بابت از ایشون ممنونم.
امروز هم باز بهشون خوش آمد میگم، سلام میکنم و برنامه رو با سوالاتی که از برنامه های قبل شده شروع میکنیم، مگر اینکه جایی که آقای لادن خودشون بخوان صحبت کنن. سلام به شما، خوش آمدید آقای لادن. با درود جناب سربی و با درود به بینندگانتون و همیهنانمون. خیلی ممنون. بعد از اون برنامه دوستان سوالاتی کردن که یکیش اون ماجرایی که شما راجع به مسئول سازمان دانشجویان دانشگاه بوعلی که در همدان گرفتار و محکوم به 6 سال زندان شده بود میپرسن کارش به کجا رسید. اگر لطف کنید در این باره صحبت کنید ممنون میشه. سپاسگزارم. دوستمون که مسئول سازمان دانشجوهای غرب کشور بود و در دانشگاه بوعلی بود، اسم کوچیکش مهرداده، 48 ساعت پس از دستگیری در اثر ضرب و شتم و جراحت بردنش به بیمارستان. این پسر بسیار زرنگ و تیزیه، تونسته بود یک پرستاری رو راضی کنه که اجازه بده با من تلفنی تماس بگیره و من بلافاصله چند تا از دوستان رو با پول فرستادم به بیمارستان و با یک جیمز بازی ایشون رو از بیمارستان در آوردیم، بردیم کرمانشاه، از کرمانشاه به ترکیه و توی ترکیه تونستیم پس از چند هفته با کمک UNHCR که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، ایشون رو بیاریم آمریکا و الان داره دوره تخصصیشو در پزشکی در آمریکا میبینه. سپاسگزارم. بسیار عالی، خوشحالیم که حداقل سرنوشت خوبی داشته و مثل دیگران یا مفقود یا سرنوشت نیست نشده. و اما آقای لادن، این روزها این برابر از دوستان میشنویم که میگن وضع زندگی در ایران به جایی رسیده که اکثریت مردم آرزوی برکناری حکومت رو دارن. البته خود من اینجا میگم هیچ آمار دقیقی وجود نداره. وقتی ما میگیم اکثریت مردم، بعضی که حتی مبالغه میکنن میگن 99%. ولی سوال اینه، پیشنهادهایی که از طرف گروه ها و سازمان ها و شخصیت ها میشه در این راستاست که باید همراه شد، رژیم را برانداخت و پس از آن خود مردم تصمیم خواهند گرفت که چه نوع حکومتی میخواهند. ولی شما میگویید اول باید تکلیف جایگزینی را مشخص کنیم. چرا؟ بارها نشون داده که با فروپاشی و سرنگونی دیکتاتوری و حکم رژیم های خودکامه اتوماتیک رژیم مردم سالار و دموکراتیست جایگزینش نمیشه. بهترین، من میخوام دو تا تجربه رو با هم در این مورد مرور کنیم. اولیش انقلاب 57 که میدونیم که باعث سرنگونی حکومت خودکامه و فردی شاه شد. شاه، خاندان پهلوی، هزار فامیل و دربار خودشونو سرور مردم، صاحب مملکت و برتر از قانون میدونستن و همونطور عمل میکردن. یعنی سیستم مملکتمون ارباب رعیتی بود. در مورد خودکامگی و خودکامگی شاه و حکومت فردیش و در نتیجه این مسئله انقلاب 57، به جزی عده شاه اللهی و سلطنت طلب و تعدادی گمراه و نادان، همه آگاهند که این انقلاب یک انقلاب اجتناب ناپذیر و مردمی بود. اینکه رژیم شاهنشاهی به خاطر نداشتن هیچ گونه پایگاه مردمی و پوشالی بودن ارتش شخصی شاه سریع و زودرس از هم پاچیده شد و اینکه انقلاب در اثر کمدانی روشنفکران و مدعیان رهبری و در نتیجه ناآگاهی گسترده. ببخشید من این وبسایت شما رو می‌خواستم نشون بدم، وبسایت شما اتوماتیک وار
صداش باز میشه. بله بله ببخشید میخواستم اون نشون بدم. دوستان عزیز اندیشکده.net نوشتم زیر تصویر آقای لادن هست. بله بفرمایید. ببخشید از این موضوع. خواهش من داشتم میگفتم که انقلاب چجوری به کجراهه مذهب کشیده شد، ولی ربطی به درست و به جا بودن انقلاب و به حق بودن خواستهای مردم نداره. مبارزه با عدم قانونمندی و شکاف فاحش طبقاتی برای برقراری عدالت اجتماعی و برابری فرصتها بود، برای حق شرکت در سرنوشت خودمون بود. اینه که این دوتا دو چیز متفاوته. گفتم دوتا مثال میخوام بزنم. مثال بعدی تجربه سرنگونی سوموزا در نیکاراگوآ است و اینکه چجوری جایگزین شد با کسانی که داشتن مبارزه میکردن که اینو سرنگون کنن، بهشون میگفتن ساندنیستا، چپیای نیکاراگوآ بودن، ولی اورتگا که رهبرشون بود یک دیکتاتوری دیگری رو به وجود آورد. در ایران حکومت مذهبی جانشین شاه شد، در نیکاراگوآ حکومت چپ جانشین سوموزا شد، ولی هر دوشون خودکامه و دیکتاتوری. میخوام یه چیزی که شبیه ما بین نیکاراگوآ و ایران با هم دیگه مرور کنیم. نیکاراگوآ مانند ایران، سوموزا جانشین پدرش بود، تو ایران هم که شاه جانشین رضا شاه بود. حکومتش فردی و غیرقانونمند، اکثریت مردم در فقر و درماندگی. نیکاراگوآ مانند ایران متعلق به یک خانواده و یک گروه ویژه بود، خانواده پهلوی هزار فامیل. خانواده سوموزا مانند خانواده پهلوی بر قانون برتری داشت و قانون چماقی بود در برقراری اطاعت. در نیکاراگوآ مانند ایران زور مقبولیت داره و ملت نیکاراگوآ مثل ملت خودمون همه خودکامه و تکرب و خودمحور هستن. سپاسگزارم. بسیار ممنون. با سوال در همین به اصطلاح مطلب هست که بعضیا میگن باید با هم متحد بشیم. حتی آقای رضا پهلوی یه مدت شعارش بود امروز فقط اتحاد، حالا اتحاد، رژیم را سرنگون کنیم و سپس مردم تصمیم بگیرن. باز چطور؟ یا همینایی که میگن رفراندوم توسط یونایتد نیشن، من میگم یه کشور شما به من بگید که یو این قدرت داشته باشه بره اونجا نظارت کنه روی انتخابات. تازه اگه یه جایی هم دعوت شده رفتن، اونا جای اینا رو بردن که خودشون میخواستن بهشون نشون بدن. و شما به من بگو آقا چگونه همچین چیزی امکان داره که مردم بعدن تصمیم بگیرن؟ از دید من این یه نوع عوام فریبی و وعده سرخرمنه. اپوزیسیونی که طی 40 سال نتونسته با هم کنار بیاد، در هیچ موردی نه یک دیگر رو قبول دارن، نه به یک دیگر اعتماد دارن و نه یک دیگر رو میپذیرن، میخوان بیان مشترکاً دولت برپا کنن. این یه وعده سرخرمنه. در ایران زمانی که اینا جمع بشن بر سر تقسیم، مانند کفتارهای درنده به جون همدیگه میفتن و به قول اون بیت شعری که میگه سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، همه چی رو نابود میکنه. اما در این موردی که مردم خودشون تصمیم میگیرن، همینجور شما اشاره کردی، یعنی رفراندوم. خب اگه چنانچه خاطرتون باشه در یکی از گفتگوهامون در این مورد صحبت کردیم که با تکیه به شواهد تاریخی پرونده رفراندوممون زیاد قابل اطمینان و خردگرانه نیست. نمیدونم یادتون هست یا نه که رفراندوم شاه در انقلاب سفید 99.9% پاسخ مثبت دادن. در رفراندوم خمینی جمهوری اسلامی آری یا نه 98.2%.
درست مثل انتخابات صدام در عراق 99 99. بله براو براو. ببین با تکیه به این مسائل میبینیم که برنامه جایگزینی که من هی اصرار میکنم به گروه های مختلف باید مشخص و شفاف تعیین بشه. حالا خودم در این مورد یه پیشنهاداتی دادم، من میخوام اینو برای بینندگانتون بخونم. به نظر من پیش از این که ما کاری بکنیم باید یک دعوتی بشه از تمام گروه ها و شخصیت ها که بیان در چارچوب اون دولت موقت ائتلافی و این که چه میخواهد بکند با هم دیگه توافق کنن. اونایی که توافق کردن امضا کنن و سوگند بخورن که به این دولت موقت ائتلافی و برنامه‌هاش وفادارن، بعد اون دولت موقت ائتلافی بتونه شروع به کار کنه. من الان نوشتم که چه برنامه‌هایی رو نیاز دارن انجام بدن. اینا پیشنهاد فقط و فقط در این که یه چارچوبی وجود داشته باشه. دولت ائتلافی باید زمانش موقت و مشخص باشه، یعنی اعلام بشه 1 سال، 18 ماه، 2 سال و چه شرایطی. باید چارچوب قدرت و مسئولیتاش کامل شفاف و مشخص باشه، بعدن نتونه سوار خر مراد بشه و همون آش و همون خواسته بشه. برنامه هاش باید مشخص و شفاف و برای اطلاع مردم اعلام بشه. اولین وظیفه وسایل ارتباط جمعی باید این باشه که مردم، برای آگاهی مردم باشه. با اون آگاهی رو من 4 تاشو نوشتم، میخوام با هم مرور کنیم. اول این که برای روشنگری و شفاف کردن برنامه ها باشه، یعنی مردم دقیقا بدونن چه برنامه هایی هست، چه زمان هایی هست که بتونن دنبال کنن. برای اعلام گام به گام کارهای دولت موقت باشه. سومی خیلی مهمه، گفتیم یه عده از گروه های مختلف، احزاب مختلف، دیدهای مختلف دور هم جمع شدن. حالا زمانیه که اینا هر کدومشون فرصت مساوی داشته باشن از این وسایل ارتباط جمعی استفاده کنن و اعلام کنن که کی هستن، چه برنامه‌ای دارن، چه اهدافی دارن، چه جوری به این برنامه هاشون میرسن، کامل برای مردم مدت ها اینو بیان کنن تا اینکه مردم بتونن بر اساس اطلاعاتی که در مدت این دولت موقت به دست آوردن تعیین کنن که حکومت بعدی چیه. یعنی چی؟ رفراندومی که دیگه آریانه نیست، رفراندوم انتخاب بین بد و بدتر نیست، رفراندومیه بر اساس یک مطالب شفاف و بیان شده که اینا با هم دیگه مقایسه کردن و انتخاب کردن. سپاسگزارم. بسیار ممنون. من فکر کنم بعد از اینکه آقای ترامپ قرارداد برجام یا اون موافقت نامه برجام رو امضا نکرده با هم صحبتی نداشتیم. پس این ماجرای خروج آمریکا از برجام به نظر شما این حرکت چگونه هست؟ چی میبینین؟ بازیگراش کیا هستن؟ البته هنفشه نقش اولش که آقای نتانیاهوه، بعد گول ترامپ بنده خدا بیچاره، واقعا دلم میسوزه براش. یا آدمی با این سن و سال واقعا فقط باید میتونه بگه عقده داشته که اومده یه همچی کاری رو کرده و خودشو اینجوری گرفتار کرده. ولی میخوام نظر شما رو بدونم، بازیگران کدامند، اهدافشون چیست؟ یه سوالم بعد از این میاد که در رابطه با ایران و آمریکا هست ولی خطرناکتر میشه. بفرمایید اینو بگید تا بعد اونو بپرسم. حتما. به نظر من باید نخست ببینیم ترامپ کیست و چه میخواهد. ترامپ اگه به تاریخچه‌اش نگاه کنیم همواره دنبال 2 چیز بوده: جمع‌آوری ثروت و مطرح بودن. این مطرح بودن یعنی هدف دومش هم برای هدف اولشه، یعنی چجوری بهتر با مطرح بودن بتونه ثروت جمع‌آوری. همکاران و
رابطه هایی هم که انتخاب میکنه کسانی هستن که مانند خودشان تنها به دنبال جمع‌آوری ثروت به هر وسیله، یعنی مانند تمام شارلاتان ها هدف وسیله رو توجیه میکنه. ترامپ با علم به این که خانواده کوشنر یک خانواده کلاهبردار ولی ثروتمندیه، با آنها رابطه ایجاد میکنه و بعدم دخترشو میده به جارد کوشنر. چارلز کوشنر که پدر جارده در 2005 12-13 سال پیش به جرم رشوه دادن، تقلب مالیاتی، پرونده‌سازی جعلی و ساختگی محکوم و روانه زندان فدرال آمریکا میشه. و اما شما درباره انتخاب ترامپ صحبت کردین، انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آلوده ترین انتخابات تاریخ آمریکا بوده. در این چارچوب مثال بالا کاملا صرف میکنه، گفتیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، در این مورد کاملا قابل لمس، یعنی از آغاز تا پایان همش کلک، همش کلاه. حتی با دشمن سوگند خورده آمریکا ترامپ هم قابه شد که بتونه به ریاست جمهوری برسه. با اون شعاری هم که میداد میگفت America First، شعار آمریکا اول، یعنی همه چیز برای فروش هست، همه چیز برای جمع‌آوری ثروت و در خدمت سرمایه. و شما اشاره کردیم به بازیگران. با ورود ترامپ به کاخ سفید، حزب لیکود اسرائیل که یک حزب جنگ طلب و تندروی اسرائیلی است وارد کاخ سفید شد و اسرائیلی های افراطی تعیین کننده سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه شدند. در این راستا جالبه که دشمن دیگه ایران، عربستان سعودی و قطر، به آمریکا و اسرائیل تعهد دادند که تمام مخارج جنگ و درگیری با ایران رو تقبل میکنه. سپاسگزارم. ممنونم از شما. بحث دیگه ای که الان دربارش این ور اونور هست و ما هم میشنفیم هم میبینیم، این ماجرای جنگ با ایران. آیا شما جنگ با ایران را اجتناب ناپذیر میبینید؟ خب ببینید، جنگ نیابتی که معمولا یه گروه دیگر رو میندازین جلو که کاراتون انجام بده، مدتی هاست که آغاز شده در لبنان، در عراق، در یمن، در سوریه. ترامپ برای اینکه جواب این که آیا جنگ میشه یا نه، ترامپ با انتخاب نیکی هیلی به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل، ارتشبد جیمز ماتیس وزیر دفاع و جان بولتون مشاور شورای امنیت، هم کابینه جنگ رو شکل داده و همین که به ارباباش یعنی صنایع نظامی آمریکا، جنگ طلبای آمریکا و تندروهای اسرائیل نشون داده که من در دست شما هستم. حالا ببینیم که این سه نفر کیان و چرا کابینه جنگ به وسیله این سه نفر به وجود میاد. نیکی هیلی یه دست راستی تندروه، مخالف بیمه های اجتماعی و بازنشستگی، یعنی چیزی که به مردم کمک بکن، مخالف اتحادیه های کارگری، مخالف، این خیلی جالب، مخالف سیستم مهاجرتی آمریکاست. میگه حالا که خودم و خانوادم از هند مهاجرت کردیم به آمریکا، لطفاً درها رو ببندید که کسی دیگه نیاد. مخالف قوانین محافظت محیط زیست، مخالف انتخاب زن در مورد بدن خودش که آیا این حاملگی رو میخوام ادامه بدم یا ندم، میخوام سخت جنین بکنم یا نکنم، حتی در مواقعی که تجاوز در کاره، این مخالفه. و مخالف قوانین کنترل اسلحه است. این شخصیت نیکی هیلیه.
و اما ارتش بود جیمز ماتیس، یک تندروی دست راستی جنگ طلبه که ببینید حالا چقدر بعضش خرابه، که تو ارتش معروف شده بود به سگ هار. ارتش ماتیس بر این باوره که ایران بزرگترین خطر برای صلح جهان. این درست شعار نتانیاهوه که دور دنیا میگرده و ایران همینطوری میخواد دنیا رو متحد کنه بر علیه ایران. ارتش بود ماتیس میگه با تمام خطراتی که القاعده و داعش برای خاورمیانه دارند، ایران برای ثبات و صلح خطرناکتر است. میرسیم به جان بولتون، ببخشید، مشاور شورای امنیت. اینم یک دست راستی جنگ طلب و آرشیتکت اصلی جنگ با عراق و نابودی و به خاک و خون کشیدن اون کشوره. جان بولتون همیشه دنبال مقامات دولتی بوده که نیاز به انتخابات و تصویب مجلس نداشته باشه. خیلی جالبه. برای اینکه حتی مجلس موقعی که اکثریت جمهوری خواهند میگن این یک آدم سمیه، اینو نمیشه انتخاب کرد. و بهترین مثالش زمان جورج دبلیو بوشه که میخواست این بشه سفیر آمریکا در سازمان ملل، رئیس مجلس شورا و سنا هر دو بهش گفتن آقا اینو اصلا معرفی نکن، برای اینکه شکست قطعیه. اونم صبر کرد تا مجلس رفت مرخصی، بعد این آقا رو خودش انتخاب کرد که بره بشه سفیر آمریکا در سازمان ملل. همینطورم الان ترامپ اومده شغلی به بولتون داده که نیاز به تأیید و تصویب مجلس نداره، مشاور امنیت. سپاسگزارم. بسیار ممنون. پس با این کابینه جنگی که شما گفتید، سگ هار و این دیوانه زنجیری آقای جان بولتون و اون مهاجر نیکیلی که به قول شما از پل چون گذشته میگه پل رو آتیش بزنید دیگران نیان این طرف، اگر جنگی هم با ایران مستقیما نباشه میشه گفت همین پراکسی وار یا جنگ نیابتی که شما گفتید هنوز هم درگیر هست و ادامه پیدا میکنه. درست میگم؟ کاملا. من هم دیدم بر اینه. ببینید یکی از چیزایی که کمک میکنه، نتانیاهو از دید من اگر یک حسن داره اینه که نمیدونم یادتونه یادتون نیست، ما وقتی کوچولو بودیم مثلا 7-8 سالمون بود تو کوچه بازی میکردیم، میخواستیم با یه نفر دعوا کنیم، زورمون نمیرسید، میرفتیم دور با میسادیم بهش فوش میداد. نتانیاهو هم مرد عمل نیست، مرد حرف. و تا زمانی که پول اسرائیل و جون اسرائیل، خون اسرائیل تو مسئله نباشه خیلی ارزندام میکنه. و همین جوری که عراق رو نابود کرد، صدام رو سرنگون کرد، ارتش عراق رو نابود کرد بدون خرج یک دلار اسرائیلی و یک قطره خون اسرائیل. الانم اگر بتونه آمریکا رو بندازه جلو که آمریکا پول بده و خون بده، البته پول رو عربستان گفت میدم، ولی آمریکا بیاد به جنگه اون خیلی هم اون پشوا میسه و تب میزن، ولی اینکه خودش و کشورش بخوان به جنگن من چشم آب نمیده. شما باور میکنید که وزیر امور خارجه آمریکا دیروز یا پریروز گفته بود خب ایران اقلن این زندانی های ما رو آزاد کنه، به این وسیله یک حسن نیتی نشون بده، شاید ما مثل کره باهاشون صحبت کنیم. فکر میکنید که اینا از این ماجرای برجام پشیمونن و دنبال گفتگو هستن؟ این سوال خود من هست از شما. دنبال گفتگو هستن، میخوان مثل کره یک کاری انجام بدن که اونم باز کردیت بگیره، ترامپ بگی بعد از 40 سال که روابطی نبود من روابط رو برقرار کردم؟ پرسشش یکمی پاسخش یکمی مشکله، ولی چیزی که مسلمه، اون چیزی که الان به
نفع بر ضد ترامپ و به نفع ایرانه، اینی که تمام کشورهای اروپایی، چین، روسیه، اینا همه طرفدار این هستن که برجام انجام بشه و مخالف این حرکت ترامپ هستن. که فکر کنم غیر از اسرائیل، عربستان و دار و دسته او، فکر نمی کنم کشوری باشه که با این مسئله موافق باشه. خود این کمک میکنه و این فشار میاره روی ترامپ و ادمینستریشنش که یه جوری کنار بیاد. ولی شما به یه چیزایی نگاه کنیم، من همیشه میگم بعد بریم روی اون چیزایی که میبینیم یا تجربه تاریخی. به خود همین یک سال و خورده یه ترامپ نگاه کنیم، شعارهایی که ترامپ میده و یک حرفایی که میزنیم بخواهم اینقدر 150% گمرک بگیریم، بعد یه میبینیم که حالا دربارهش میخوام فکر کنیم و یه میشه 15%، یه میشه این شرکت ها رو ما فلان عف میکنیم، فلان اینو دیر میکنیم. یعنی حرف میزنه، شعار میده، ولی موقع عملش من خاطرشم نیستم. اینم امکان داره بیفته توی یکی از اون کاتگوری ها. البته با در نظر گرفتن این که نتانیاهو و اون شیخ سلمان مرتب دارن انگولک میکنن. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. همونجوری که قبلا هم گفتم، اگر سوالی دارید از آقای امیرحسین لادن یا نظری دارید درباره گفتگوهایی که اینجا انجام میشه، درباره وبسایت ایشون اندیشکده.net، یا مستقیما با خودشون تماس بگیرید یا اینجا به وسیله ایمیل و تلفن پیام بذارید، برای ایشون میفرستیم و امیدوارم که هفته آینده هم بتونیم باز آقای لادن رو داشته باشیم. از شما ممنونم. من ساکت میشم. اگر شما صحبت دارید بفرمایید. حالا سپاسگزارم. نه من صحبت دیگه ندارم، ولی از فرصتی که به من دادین سپاسگزارم. خیلی ممنون. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. ممنونم. خب دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم و وبسایت ایشون هم هست اندیشکده.net. نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که این جنگ ایران و آمریکا 100% هست یا به همین صورتی که هنوز هم به اصطلاح ادامه داره، جنگای نیابتی بهش میگن؟ مثلا میگن ایران با عربستان سعودی توی یمن دارن میجنگن، ایران با آمریکا یا توی سوریه دارن میجنگن. یعنی از یه لحاظ میشه به این آخوندها کردیت و اعتبار داد. بعضی ها هی میگیم چرا پولا رو اونجا خرج میکنین. من یه بار یه مسابقه کردم با یک جوانی که همشهریم هست و آقای شاهین ترکمان از اداره اطلاعات سپاه و اینها آمده و الان آلمان زندگی میکنه، گفت که آقا خیلی از دوستان هستن که هی میگن چرا این احمدی نژاد رفت جیبوتی. جیبوتی کجا؟ اصلا همچی کشوری وجود نداشته و اینها. ولی بهتون پیشنهاد میکنم شاهین ترکمان، حالا صحبت از شاهین شد، یه شاهین دیگه هم این طرفه، آقای شاهین فاتحی، سلام میکنم به شما، امیدوارم یه روزی هم با شما گفت و شنودی داشته باشیم. امروز آقای محمد رضا شاهید هم اینجا هستن که ایشون هم یکی از به اصطلاح برنامه گذاران و مجریان رادیو تلویزیون هستن، در کار خود هم خیلی خبره و تجربه دارن. خوشحالم که بیننده برنامه ما هست. درصد برید اون ویدیو رو ببینید که من با شاهین ترکمان مصاحبه میکنم و میاد نقشه رو نشون میده، میگه نگاه کنید ببینید به عقل کدوم یک از شما که ادعا میکنید سیاسی هستید، رزمی هستید، توی ارتش بودید، همچین چیزی رسید که ایران گفته که خب تهدید کرده اگه شما بخوان به ما حمله کنین ما میاییم و به اصطلاح تنگه هرمز رو میبندیم با غرق کردن یک کشتی قرازه یا حتی یک غرق کردن یک کشتی درست حسابی. بعد نگاه کردن دیدن که اون بالا اگه اشتباه نکنم نشون داد میگه جبل الطارق و اینها، این همین جیبوتی، اگه نگاه کنید اونجا اینا رفتن با حالا یا پادشاه یا هر کی، رئیس جمهور اونجا دادنش خورده که اگه یه روزی احتیاج داشتن اونجا رو هم ببندن
بتونن یه همچین کاری انجام بدن. و بعضی وقتا میگم ما نمیفهمیم یا مثل این آخونده اینقدر پدر سوخته نیستیم که چیزایی رو که اینا میفهمن ما درک کنیم. این فهمیدن منظور دانستن و فهمیدن نیست، منظور همون پدر سوختگیه. پدر سوختگی هم با زیرک بودن فرق میکنه. اینا یه چیزایی رو که اگر به زبان معمولی من نگم، بخوام دنبال کلمش بگردم توی آلومینیوم بذارم برای شما که شما خوشتون بیاد، برنامه تموم میشه و گفته برنامه تموم میشه و گفته من گفته نمیشه. ولی ماجرای جیبوتی، اولا برید ببینید که دولت آمریکا هم توی جیبوتی چرا بیس داره. بیس یعنی این پایگاه های نظامی و اینها. و خلاصه این دنیایی هست که من و شما توش زندگی میکنیم. تا بودم همیشه همین بوده که این نسل میگفته آقا قبلی ها خوب زندگی کردن، یادش بخیر، خودمون میگیم یاد گذشته ها بخیر، اصلا ناراحت نباشید. یه دلیلی که این روزا بیشتر نگران هستین اینه که بیشتر خبرها رو به گوشتون میرسونن سریعتر و از چند جای مختلف. اون موقع شما یه رادیو داشتید، این صبح با برنامه نمیدونم دلین 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 چی بود مال کورن اینا روشن میشد، صبحگاهی، سلام صبحگاهی، میرفت تا ظهر، بعد از ظهر ساعت دو هیچ کسی از خبر، از اخبار خبر نداشت. حالا از خودتون سوال کنید چرا اخبار رو ساعت دو بعد از ظهر میذاشتن؟ کشوری که همشون اون خواب قیروله میگن، خواب چی میگن؟ اینجا میگن پاور نپ، بعد از ظهرا میخوابن. کشوری که ساعت دو میخوابن چرا اخبار رو اون موقع میگفتن؟ نمیدونم حالا چه ساعتی گلهای رنگارنگ پخش میشد، قبلش بود، بعدش بود، هرچی بود. یعنی اون موقع هم یه عده خواب بودن، یه عده داشتن به اصطلاح موزیک معمولی گوش میدادن. اینم از این ماجرا. نگران نباشید دیگه، اگه قرار اتفاقی بیفته میفته. و از همه مهمتر این دوستان طرفدار پادشاهی 25 می تشریف میارن واشنگتن که برن به ترامپ بگن آقا بیا حمله کن ما رو نجات بده. میگم خب این که به گفته بود حمله میکنم چند بار، شما چند مدت پیشم تو سرما اومدین که یک خانومی که دوست ما هست میگفت که ما شنیدیم از اون پنجره از اون کنار اومده گفته صداتون رو شنیدم. گفتم آتور خدا نگو، هر کی گفت صداتون رو شنیدم بعدش بیچاره رفت تو تاریخ نابود شد. شاه صدای مردم ایران و صدای انقلابشون رو شنید. اتفاقا تو برنامه‌ای که آقای احمدعلی مسعود انصاری راجع به فخرآور صحبت میکنه میگه که وقتی شاه گفت من صدای شما رو شنیدم، شما دیگه چه انتظاری دارید از ارتش؟ وقتی به مردم میگه من با شما هستم، حالا ارتش اگه بره جلو مردم وایسه یعنی ارتش میخواد جلو شاه وایسه؟ خیلی قراقاتی بود. همین قراقاتی بودن بود که امروز به جای رسیدیم که آقای رضا پهلوی میگه آقا ما داشتیم ژاپن میشدیم. همین تنبل چند مدت پیش گفت اگه مملکت ما اشکال نداشت که اینجوری نمیشد. اصلا نمیفهمه چی میگه. همین تنبل به حرف شوهر ناخواهریش آقای زاهدی، اردشیر زاهدی اگر گوش بده میبینه که مادر این آقا، خانم فرح دیبا، اون اساس و به اصطلاح پایه و این ستون اصلی انقلاب رو گذاشت. و امیر عباس فخرآورم که میگه اصلا این ماجرا رو روسیه با کمک فرح و همکاران کمونیستش چپش انجام داده. ولی من نمیدونم که این تحقیق و این کتاب نمیدونم 600 صفحه‌ای از فخرآور درست هست یا نه، ولی آقای احمدعلی مسعود انصاری پیشنهاد میکنن خب برید بخونید و دربارش فکر کنید. خب بذارید ببینم براتون اینجا چی نوشتم و چی گذاشتم. آقای ماسالی پتیک، این اری وولفلر مال دوستان کلیمی رو براتون خوندم. نو پیکچر آدیو. آها، دستگیری داعشی، فرد داعشی که خلبان اسیر اردنی را زنده زنده سوزاند. میدونید که چند تا صحنه دلخراش وجود داشت که این از بریدن سر جلو دوربین شروع شد، بعد توی زندان یعنی توی یک قفسی
که مثل قفس های شیر و اینا بود، این زندانی ها رو زنده زنده سوزندن. بعد یه سری زندانی رو با جرثقیل کردن توی استخر اسید. اصلا اینا به مغز چه دیوانه روانی میرسه که این کارا رو انجام بدن؟ خود همین کشورها هست که ادعای دموکراسی میکنن، اولین شکنجه ها اینا درست کردن و یاد اونا میدن، بعدن اونا برمیگردن اینا رو میگیرن، اونجوری شکنجه میدن، اونجوری میکنن. ولی جالب اینه، دستگیری فرد داعشی که خلبان اسیر اردنی را زنده زنده سوزاند. اصلا شما قیافه این شخص رو نگاه کنی، من نمیدونم، خدا که نعمت زیبا بودن رو به اینا نداده، خودشون هم کمک میکنن از زشتی که هستن خودشون رو زشتر کنن. این قیافه این آدم. العربیه گفته که عراق هفته گذشته از دستگیری 5 تن از رهبران ارشد سازمان تروریستی داعش خبر داد. پروسه دستگیری این افراد که از ستون فقرات اصلی گروه داعش به شمار میآیند 3 طول کشید، 3 روز طول کشید یا 3 سال طول کشید، یک کلمش میس گم شده. بازداشت گروهی این فرماندهان ارتش ارشد و بسیار خطرناک داعش که در سوریه و ترکیه مخفی شده بودند، موفقیت بسیار بزرگی در زمینه امنیتی برای عراق تلقی می شود. مرکز اطلاع رسانی ملی عراق روز جمعه گذشته اعلام کرد 5 نفر از برجسته ترین رهبران داعش را دستگیر کردند. این افراد عبارتند از صدام عمر یحیی، ملقب به ابو رقیه الانصاری، امیر ولایت فرات و فرمانده لشکر شهر. این شخص یکی از متهمان اصلی سوزاندن معاذ الکساسبه خلبان اسیر اردنی به شما می رود. محمد حسین حز، ملقب به ابو سیف شعیتی، امیر منطقه. اینا برای خودشون هم امیر معین کردن، تو فرمانده این قسمت باش، اون فرمانده اون قسمت باشه. ولی این که ماجرایی که اینا هر کسی رو میگیرن، هی میگن ما یکی از رهبران اصلی رو کشتیم و یکی از اونا، میدونید سالها ادامه داره. درباره همون القاعده هم هر 2 روزی میگفتن یکی از معاونین بن لادن رو کشتیم و اینها، فعلا خبری از اون نیست. مثل که وقتی که این داعش اومد، القاعده دیگه دومش گذاشت لای پاشو رفت. و اما یه خبر دیگه، آهان من حالا یاشتم یا فکر میکردم که به اون دوست مجید ما که صدای ما رو فقط میشنوه، من آوردم صفحه رو نشون میدم و این همون کاریه که بعض وقتا آدم بدون فکر یه کاری رو انجام میده. در هر صورت آقای مجید خان، اگر این شماره تلفنی که زنگ زدی 424 تکست قبول میکنه، باش برای من یه تکست بفرست یا یه ایمیل بفرست تا من این لینک رو برات بفرستم. امیدوارم این لینک کمک کنه. یا بهتر اینه که 50-60 دلار خرج کامپیوترت کنی، یک لیف و صابون حسابی بهش بزنن، چون اونایی که مثل من و شما وبسایت‌های ایرانی که همه چینی هستن، وبسایت‌های ایرانی که همه روسی هستن، وبسایت‌های دیگه که نمیدونیم مال کجا هستن نگاه میکنیم، اینا ویروس تا دلت بخواد. البته بعضی وقتا ویروس خوبه، اینقدر ویروس دیگه سیستم بدنمون مسموم شده، مسمومیت پیدا کرده، ولی بعضی وقتا کامپیوترتون از کار میندازه. رسمه هر 6 ماه یه بار کامپیوتر رو برمیگردونن به روز اول که از مانیفکتچر یا از فکتوری از کارخونه خریدید. ولی یادتون باشه که با این کارم همه چیز پاک نمیشه. کامپیوتر مثل سنگه، وقتی یه چیزی روش نوشتید، هرچی هم بسابیش و اینها بارون بیاد، باز اون پایین یه چیزایی میمونه. و اما میگه به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. مهاتیر محمد دوباره نخست وزیر مالزی شد، در اولین اقدام دستور داد پلیس به منزل نخست وزیر قبلی حمله و خانه اش را جستجو کند. این بخشی از ثروت نقد ایشان است. اکنون برای به دست آوردن پول در بانک‌های خارجی و بازگشتش به مالزی، نخست وزیر پیشین را زیر فشار و بازداشت قرار داده. بعد این گوینده عقل بشر
تعجب میکنه چرا همه دنبال مقام و بازگشت به ایران و آزاد کردنش هستن. همین مالزیه که چند روز پیش یه نفر رو که 92 سال سنش هست انتخاب کرده، ولی فکر کنم اون گفت برای رئیس جمهوری، شاید هم گفته صدر اعظمی. در صورت ایشون یه سری فیلم و ویدیو هم از طوفان‌های شن در عربستان سعودی فرستاده و میگم خب اینم یه چیز دیگه از همینایی هست که ما حالا چون دوربین داریم فیلم میگیریم، شما هم امکان داری برای من میفرستی، شما میبینی، منم میبینم، وحشت میکنی. تا بوده این صحرای کربلا و عربستان و اینا، همین ماجرای شن و طوفان شن بوده. حالا درسته میگن میلیاردها سال قبل اینجا اقیانوس بوده، بعد این شنی که شما میبینی انقدر، یه سنگی بوده قد نمیدونم یه اتاق، انقدر اینا خوردن به هم انقدر شده. و اینا تغییراتیه که روی کره زمین همیشه بوده و هست و خواهد بود، فقط ما آدما اومدیم این کارا رو بعضی وقتا شدت بهش میدیم. مثلا با ساختن ساختمون یه جایی که اونجا ممکنه بادگیر بوده، حالا این ساختمونه باعث میشه دیگه بادگیر وجود نداشته باشه، شن میره یه جای دیگر خراب میکنه. و اونم من وارد نیستم، نه زمین شناسی خوندم نه محیط زیست که بدونم چه باید کرد. تازه این روزا اگه وارد باشی باید صدا در نیاد، چون بالاخره یکی میگیرتت یا میخواد از بین ببرتت یا یکی میگیره میخواد ازت سوء استفاده کنه از دانش و اینها، پس هیچی نگیم بهتره. ایشون میگه دو روز گذشته شبه جزیره عرب طوفان شنی داشت. بله، یه دوستی هست به نام آقای رامین کامران، حتما شما اسمش شنیدید، نوشته هاشو دیدید. ایشون نوشته های طولانی می نویسه و من خدا رحمت کنه این آقای هویدا میگن معروف بوده، گفته من نوشته هایی رو که بیشتر از دو صفحه باشه نمی خونم چون می دونم مزخرف. و این مزخرف نویسی و طولانی نوشتن ما ایرانی ها متاسفانه از کلاس چهارم پنجم که ما انشا شروع می کنیم، معلم انشا یادمون میده که دروغ بنویسیم، زیاد بنویسیم، تکرار مکررات بنویسیم و ما جامعهمون به این دردسر بزرگ دچار شده. من برای این آقای رامین کامران نوشتم لطف کنید شماره بذارید، پاراگراف ها رو شماره بذارید. پاراگراف یک، حالا خط ها رو نمیگم، خط یک، خط دو، خط 1300، پاراگراف یک، پاراگراف دو، پاراگراف سه. یه روز از دوستاتون سوال کنید، واقعا مثل یک انسان شریف اونام به شما جواب بدن. آقا خانم، شما که این مقاله رو شروع کردی به خوندن چند تا پاراگرافش خوندید؟ دوستان واقعا اگر نمیخونید این مقاله های طولانی ره، اینایی که براتون مینویسن بهشون بگید آقا مقاله طولانیه، خانم مقاله طولانیه، آقا مقاله تکراریه، خانم ذکر مصیبت کوفت شنیدیم دیگه بسمونه، یه کسی بیاد راه حل نشونون بده. حالا ایشون مثلا اومده میگه الکن و وراج، برخی مسائل هست که در عین عیان و حتی مهم بودن طی مدت‌های دراز از دید آدمی پنهان میمونه و به ناگاه جلب توجه میکنه. طبعا تحت تأثیر شرایط روز انگار ناگهان دست روزگار انگشتی به شانه آدم میزند که حواست کجاست. مسئله سخنگو نداشتن نظام اسلامی یکی از این موارد است. حالا چی شده؟ آقای رامین کامران سالها جلوش بوده که حکومت اسلامی سخنگو نداره ولی ایشون متوجه نبوده. خب ببینید، حالا این تحلیلگر سیاسی و اجتماعی ماست. بعدم آقا سخنگو میخوان چه کار اینا؟ اینا که هر کاری میگن، هر چی میگن یه کار دیگه انجام میدن. بعد اینجایی که خر صاحب خودشو نمیشناسه، شیر تا شیر تو شیره، خر تو خره، تو مجلس میان پرچم آتیش میزنن، اون گروه دومی میاد برجام آتیش میزنه، اون احمقی که اون بالا نشسته میگه حالا مواظب باشید مجلس آتش نزنید. یعنی یک کسی به اینا نگفته آخه اولاق جون تو که نشستی اون بالا، این که میاد باید به تو بگه برنامش چیه، اگه میخواد اینجا رو آتیش بزنه تو باید بهش بگی اینجا نباید تو مجلس آتیش توزی بشه یا آتیش را بندازی. خب حالا شما میخوای این دولت سخنگوی دولت داشته باشه؟ بعدم برای یه جمله به این کوتاهی خدا رو کولت به قول آبادانیا،
وای ببرم تو نشونتون بدم این صفحه رو ببینید چقدر نوشته. من از اینجا بهتون نشون میدم دوستان، نگاه کن. 4x3 این صفحه، 5 صفحه ایشون نوشته. جالب اینه که اسم تیتر نوشتش هست الکن و وراج. وراج یعنی مثل کسی مثل من که زیاد صحبت میکنه. اینایی که زیاد مینویسن دوستان باید بهشون چی بگی؟ 5 صفحه آره بذارید برگشت، نه چی کار کردم، سب کن از اینجا براتون بیارم پایین. نگاه کنید این صفحه یکش، صفحه دو، صفحه سه، صفحه چهار، صفحه پنج. خب نگاه کنید، این کسیه که میخواد به من و شما بگه که از من و شما بیشتر میفهمه و میخواد ما رو راهنمایی کنه. هنوز نمیفهمه این عمر گذرا، مخصوصا من و شمایی که سنمون بالای 50-60 رفته، کاغذ توالت دفعه دیگه وقتی میرید دقت کنید، وقتی نوع جدید این دایرهش بزرگه دیگه، دیرتر مصرف میشه. وقتی که میرسه به اونجایی که کوچیکه، شما ستش که میکنیم این نصفش کرد. آقای کامران رامین، رامین کامران، من و شما مثل کاغذ توالت هستیم، نصف بزرگش رفته، تو رو به جدت این نصفه کوتاه رو برگ برگ استفاده کن، بعد که رفتی خونه دوش بگی خودت تمیز کن. چیه 5 صفحه برای ما نوشتی که جمهوری اسلامی سخنگو نداره؟ حالا فردا گیرم که یه سخنگو گذاشتن کپی کاخ سفید. یه احمقی مثل این خانم زنی که باباشو نگاه کنی، خودشم نگاه کنی، دامن دامه، هر چی ازش میپرسن میگه من نمیدونم، برید از وکیلای ترامپ بپرسید. اینم سخنگوی ایرانم لابد یکی مثل این میشه. ساعت 3:48 است، 12 دقیقه دیگه هنوز وقت داریم. من سعی میکنم که با شما باشم و این خبرهایی که گذاشتم اینجا بهتون نشون بده. بهتون گفتم تو صحبت که با آقای لادن داشتم، وزیر امور خارجه آمریکا، ببینید با چه پرروحی دیروز با چه وقاحتی آمده میگه که وزیر خارجه آمریکا گفته روحانی دست کم میتواند زندانیان آمریکایی را آزاد کند. آخه یکی به این بگه حمال بیشعور، وقتی یه طرف داره فوش میده تهدید میکنه، اون طرف دومی میاد حلوا پخش کنه؟ بفرما. وزیر خارجه آمریکا از احتمال تهیه توافقی جدید با ایران خبر داده و گفته اگر تهران خواستار رابطه تجاری با اروپایی هاست، دست کم میتواند زندانیان آمریکایی را آزاد کنه. با اروپایی ها میخواد چیکار کنه؟ تو رو سنه نه. اینم یه دیوونه ای هست، همون جوری که آقای لادن داشت میگفت، یادش رفت یا این انقدر کثیفه که راجبش نباید صحبت کنی. این آقا چون تو ارتش بوده و تو CIA بوده، فکر میکنه تمام مشکلات دنیا با تفنگ حل میشه. آمریکایی‌ها یه ضرب المثلی دارن، میگن شما اگه از یه نجار سوال کنی تمام مشکلات رو فکر میکنه چکش و میخ حل میکنه. اینم همینجوره. و این کسیه که هم اسرائیل رفت آمد، هم کره رفت، حتی بدونی که به مردم آمریکا بگن، و قولهایی داده به کره که ما به شما کمک‌های بلاعوض میکنیم چنین و چنان، که حالا میخوان برن. اینم همش برای این که به قول آقای لادن گفت ترامپ دنبال اینه که مطرح باشه. این الان میخواد بگه که من بودم که کره رو بعد از مثلا 25 سال دوباره آوردم پای میز مذاکره و چنین و چنان. خلاصه با وجودی که میگم خیلی نگران نباشید، ولی واقعا توی زمانه بدی زندگی میکنیم. اینم از این. ببینیم بعدیش براتون چی گذاشتم. How people change. این آقای تراور نوا، یک وقتی خودت پیر میشی دیگه آدمای، اجازه بدید من اینا رو خاموش کنم، ببخشید رفتیم روی دو. وقتی خودت پیر میشی دیگه اونایی که 40 سالشونن جوونن، ما
وقتی جوان بودیم بچه بودیم 40 ساله ها فکر میکردیم او پیر. این یه آدم جوانیه که از ساوت آفریقا آمده و اینجا به جای جان استوارت نشست توی دیلی شو. کار بسیار مشکلیه، همه فکر میکردن این نمیتونه انجام بده، ولی به خوبی از پس انجامش بر اومده و کتابی هم نوشته که میگه اصلا تولد این یک جنایت بوده. چرا؟ چون پدرش سوئیسی اگه اشتباه نکنم، مادرش مال آفریقا، و میگه اون موقعی که اینها با هم ازدواج کردن و ایشون رو به دنیا آوردن، این کار یک جرم جنایی بوده. و حالا ببینید درباره ترامپ چی میگه. یک لحظه 51 ثانیه است با هم این ویدیو رو نگاه کنیم. 16:09 اینجا کامرای 3، این هم صدا، این هم تراور نوا. It's a really big issue. It has to do with America's credibility. Think about how it looks to the rest of the world for the United States to just blow off an international agreement years in the making. Once you make a deal with someone, it's really important to carry it through. Otherwise, you start developing the wrong reputation, and it makes it impossible to make future deals. And look, I'm not the only one who's saying this. A much wiser man once said the same thing. Once you make a deal with someone, it's really important to carry it through. If you start developing the wrong reputation, it makes it impossible to make future deals. The president should listen to that guy. این تراور نوام ویدیوهاش روی یوتیوب هست، میتونید نگاه کنید. به نظر من یک کمدین خیلی جالبیه، حرفایی که میزنه. میبینید که الان از حرف خود ترامپ میگه که این حرفش با عملش یکی نیست. بعد همه میگن خب وقتی شما قراردادی رو که الان ایشون گفت بین‌المللی، ولی بین چند تا کشور اروپایی و آمریکا و ایران بوده، اینجوری به اصطلاح میزنی زیرش، خب دیگه چجوری انتظار داری؟ حتی مسخره میکرد آقای جواد ظریف، میگه مثل این میمونه که شما بری یه جایی قرارداد بنویسی برای خونه تو، میخوای بدی اجاره، بعد که اون بنده خدا کامیون گرفت و داره وسایل میاره تو، بگی نه من قیمت بیشتری میخوام، که به هر کی بگی اونا بهت میگن که کار شما اشتباهه. و اما بله، اینم یک ویدیوی قشنگی که دوستمون آقای مرحمتی فرستاده، و به همین قسمتی که منم اشاره کردم که همه چی داره های تک میشه و دستگاه‌هایی که، والا من دیروز داشتم رانندگی میکردم میخواستم صدای این رادیو زیاد کنم، بعد دیدم چند تا چی رو فرمونشه، اینو زدم اونو زدم، دیدم نه انقدر، اولا میگه تا حرکت میکنی ما نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم، با وایسادم. خب دیگه بعضی وقتا آدم چالش میشه دیگه، جستجوگر میشه، ببینید هی میزنم اصلا میبینیم نمیخوام الان 2,000,000 چی رو باید عوض کنی، ولی این همه تنظیمات برای یه ماشینی که شما میخوای سوار بشی از نقطه A برسی به B. آقا میخوای بخاری تو خاموش کنی 10 تا کلیک باید بزنی پیدا کنی، نمیدونم میخوای ایرکاندیشن یا کولر رو روشن کنی 2 تا 3 تا باید بری آخرش میگی ولش کن. اینم باز این خانم مجری، خانم الن دی جنرس، ببینید حالا ببینید که ماشینای جدید چی دارن. I assume all of you know what Alexa is, right? So Toyota just announced that they're adding Alexa to their cars so you can control things with your voice. It's supposed to be convenient and helpful. Here's their commercial. Starting this year, Toyota and Lexus luxury models will come with Amazon Alexa. Alexa, turn on the AC. Turning on AC. Finally, a virtual assistant to help you navigate. Alexa, where's the nearest gas station? Nearest gas station in 1.5 miles. And to help maintain your vehicle. Alexa, order more brake pads. Ordering new brake pads, although maybe if you didn't stop so close to the car in front of you. I left plenty of room. You drive too aggressively. If you were just quiet for 2 seconds, 2 seconds. She'll talk to you literally the entire time you're driving. I think you should have turned back there. I know where I'm going!
Hi. You know why I pulled you over? No, officer, I have... Because we were driving 72 miles per hour in a 45 mile per hour zone. Anything else I should know? 2 miles back, we rolled through a stop sign without coming to a complete stop. Also, there are illegal fireworks in the trunk. Sir, may you just step out of the car, please? Amazon Alexa. You'll never get away from it. هر چیزی که امروز به صورت طنز و مسخره میگن دو روز دیگه به صورت حقیقت تو زندگیمون وارد میشه. دوستان عزیز، ساعت 3:56 دقیقه است و من ساعت 4 قرار دارم و بله، یه چیزی هم اینجا گذاشتم، وعده سرخرمن، این رو هم باز این دوستمون فرستاده، بذارید ببینیم چیه، به شما نشون بدم. یک لحظه، یکم صداش زیاده، صداشو کم میکنیم و میریم سراغ کامرای 3. بفرمایید. والا من تا اونجایی که یادمه ها هیچ موقع به عیال قرقرو، یعنی عیال خودم، وعده سر خرمن ندادم. داشتم براش طلا خریدم، نداشتم دروغ نگفتم. آخه آقای مسئول چقدر وعده میدی؟ چقدر میگی ولی انجام نمیدی؟ آخه قربونت وعده نده، ولش کن. اگرم وعده داده ها، عمل کن، عمل کن، عمل کن، عمل کن، جراحی نکن، عمل کن. خب حالا همینقدر بس، نظر شما چیه؟ برای دوستمون نوشتم که آقا ببین این آخونده چقدر زبلن، میذارن اینا بیان بشینن، مسئولین دولتی هم بشینن، مردم هم نگاه کنن، ولی خشم و نفرت مردم رو تبدیل میکنه به خنده و شادی. پولم ازشون گرفته که اینجا بشینم. میگه برو خونت. ای کاش شاه اینقدر از پدر سوختگی این آخونده رو بلد میشد. شاید هم خانم فرح که حوزه علمیه فرح باز کرده بود توی دفتر خودش در کاخ، شاید میخواسته پدرسوختگی آخونده رو یاد شاه بده که دیگه عمرشون کفاف نداد. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و اگر از ویدیوی خوشتون اومد، نوشتهی خوشتون اومد، برای ما ارسال کنید. ما اگر دیدیم با برنامه‌مون میخونه و ردیفه استفاده میکنیم. ارسال و فرستادنش معنیش این نیست که ما ابلیگیشن یا تعهد داریم که پخش کنیم. در صورت ممنونم که با تلویزیون مردم بودید. دوستانتون هم تشویق کنید که تلویزیون مردم رو ببینن، بهشون بگید که اگر نبینی نصف عمرت تلف شده، بذارید اونا هم ببینن مثل شما همه عمرشون تلف بشه. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.